در این خصوص صحبت کوتاهی داریم با دکتر حسین یاسا، سخنگوی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از مونیخ. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر یاسا، گزارش رو با هم دیدیم و شنیدیم. لطفاً تحلیل شما را در رابطه با موضع‌گیری نهادهای بین‌المللی نسبت به وضعیت سرکوب شیعیان هزاره و تأثیر آن بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه بینندگان عزیزی شما سلام عرض میکنم و دویمی که گزارش جالبی بود. البته قبل از این 57 جلسه دوری کمیساری عالی حقوق بشر ملل متحد، قبل از او هم گزارش های مفصل در این رابطه ارائه شده و خوبی است که این جلسه مهم دیگه هم یک سند دیگه هست که از روزی که طالبان در افغانستان حاکم شده همه بلاها بالای افغانستان آمده. غیر از مواردی که در این راپور ذکر شده که طبیعی است از حقوق زنان، از حقوق معیشتی، اجتماعی و فرهنگی زنان صحبت شده، از برخورد زشت طالبان با تنوع انسانی صحبت شده، غیر از او تقریبا حدود 12 میلیون طفل نیاز به کمک دارن، 23 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنن و 9 میلیون نفر از افغانستان به خاطر انظمی گام ها و حکومت استبدادی طالبا فرار کردن. بنابراین همه از این عوامل و جنایت که در افغانستان صورت میگیره، هزاره ها که یک بخش بزرگی هزاره ها پیروان مذهب جعفری هستن، با اونا دو برابر مواجه میشن با این مشکلات، به خاطر از اینکه اونا یک گناه اضافی دارن که اونا پیرو مذهب جعفری است و برخورد طالبا بسیار زشت هستن در مقابل از اونا و اونا را از همه صحنه های زندگی به حاشیه راندن، برای از اونا هیچ حیثیت انسانی قائل نیستن. دیگه غیر از او خدمت عرض بکنم، چیزی که صحبت شده در این گزارش، یعنی گویا سخنرانی جناب آقای فولکر تورک و طبیعی جناب آقای بنت که در این راستا بسیار زیاد زحمت کشیده و به خاطر همون راستگویی طالبان اونا را ممنوع دخول کردن در افغانستان، از اونا هم تشکر میکنیم. اونا از یک مکانیزمی بازدارنده هم صحبت کردن که از چی رقم میشه که طالبان را وادار بکنیم که اونا پاسخگوتر باشه در مقابل از این جنایاتی که همه روزه در حالت افزایش است. بنابراین تاکید شورا برزمی است که باید یک میکانیزم بازدارنده عملی باید از طرف نهادهای معتبر بین المللی باید معرفی شود، یک و دویم سطح تعامل با طالبان هر چی میشه به نازلترین سطح کاهش پیدا بکنه. به اینا هر نوع تعامل فقط تا امروز نشان داده شده که سطح بلند تعامل با اینا رو فقط تشویق میکنه با نقص بیشتری حقوق بشر و جنایات بیشتر بر علیه انسانیت. بله، از شما سپاسگزارم. دکتر حسین یاسا، سخنگوی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از مونیخ.